ستاییم نام تو را، نام زیبای تو را می سراییم نام تو. هاللویا. روح قدوس تو باد، پر شکوه و پر جلال، تو بریز بر جان ما. هاللویا. قدوس یهوه ادونای منوئیل، آوینو الشادای سبایوت الوهیم. قدوس یهوه ادونای منوئیل، آوینو الشادای سبایوت الوهیم. ستاییم نام تو را، نام زیبای تو را می سراییم نام تو. هللویا. روح قدوس تو باد، پر شکوه و پر جلال، در نیایش آسمانی. هللویا. هللویا، بهر کارهای تو. سلام عرض میکنیم به تک تک شما عزیزان، عزیزانی که دارید الان این برنامه رو میبینید در روز جمعه صلیب. به تک تک شما عزیزان خوش آمد میگیم و ممنونیم که این وقت رو گذاشتید تا با هم این برنامه رو تماشا بکنیم. خدا رو شکر امروز در خدمتون هستیم و میخواییم با هم خداوند زنده رو بپرستیم و او رو تمجید و شکر بگیم. قبل از اینکه برنامه رو شروع بکنیم، میخواستم به اطلاع شما برسونم که این برنامه به صورت ضبط شده است و لطفاً تماس تلفنی با ما نگیرید. فقط اگر پیامی دارید، درخواستی دارید، درخواست دعایی هست، لطفاً از طریق راه‌های ارتباطی که میتونید در طول برنامه زیر صفحه تلویزیوناتون مشاهده بکنید برای عزیزان در شبکه 77 بفرستید و مطمئن باشید که این عزیزان دعاهای شما رو پاسخ خواهند گفت و برای شما دعا خواهند کرد.
امروز من با نونا در خدمتون هستم. نونا جان میخوای سلام بکنی شما هم؟ سلام میکنم تک تک شما عزیزان. منم خیلی خوشحالم که امروز میتونیم با هم دیگه خدا رو پرستش بکنیم و این تایمیه که با هم داریم و میسپاریم به دستای خدا. آمین، خدا رو شکر. مرسی نونا جان. امروز همونطور که میدونید روز جمعه و صلیب هست. جمعه و صلیب روزی هست که مسیحیان کار عظیم خداوندمون عیسی مسیح رو روی صلیب به یاد میارن و اون رو وقتی که روی صلیب رفت و دعاهایی رو که کرد، کارهایی که در روزهای آخر کرد رو به یاد میارن و این یاداوری باعث شکرگزاری میشه، باعث میشه که ما بیشتر به خداوند نزدیک بشیم و از این طریق کار او رو بیشتر درک بکنیم. شب آخر که روز عید فصح بود، عیسی با شاگردان می نشینه و میخواد که شام فصح رو با اونا بخوره. شام فصح یه عهدی بود، یک رسمی بود که قوم اسرائیل بعد از اینکه خدا اونا رو از مصر آزاد کرد، هر ساله اون روز رو جشن میگرفتن و شکرگزاری میکردن. و حالا عیسی مسیح داره کار دیگه ای رو انجام میده. او روی صلیب میره روز جمعه، مثل همچین روزی روی صلیب مصلوب میشه، خونش ریخته میشه برای گناهان من و گناهان شما، تا از اون طریق، از طریق ایمان به کار عیسی مسیح، ما پاک شمرده بشیم و عادل شمرده بشیم نزد خدای پدر. آمین، خدا رو شکر. ما در این روز عزاداری نمی کنیم عزیزان، نیاز نیست که شیون و ناله بکنیم، بلکه در این روز ما مسیحیان به یاد میاریم کار او رو و خداوند رو شکر میگیم، چرا که اگر خدا عیسی مسیح رو، عیسی مسیح خداوند روی زمین نمی اومد و اون کار انجام نمی شد، ما زیر لعنت گناه میموندیم و نتیجه گناه، مزد گناه همونطور که کلام خدا میگه مرگ و موت هست. پس خدا رو شکر میکنیم به خاطر این کار او و همچین روزی رو به حضور او میایم و از او شکرگزاری میکنیم. اجازه بدید کلامی رو از کتاب اشعیا برای شما بخونم، باب 53 از آیه 2 میخونم به بعد. میگه او نه زیبایی و نه ابهتی داشت که مردم به او توجه کنند و نه جذابیتی که توجه دیگران را جلب کند. ما او را خار شمردیم و طرد کردیم و او متحمل رنج و درد شد، کسی نمیخواست حتی به او نگاه کند. ما او را نادیده گرفتیم، مثل اینکه اصلا وجود نداشت. او متحمل مجازاتی شد که حق ما بود و او دردهایی را تحمل کرد که میبایست ما تحمل میکردیم و ما پنداشیم که درد و رنج و زحمتهای او مجازاتی از جانب خدا بود. او به خاطر گناهان ما مجروح شد و به خاطر شرارتهای ما او مضروب گردید و به خاطر دردی که او متحمل شد شفا یافتیم و به خاطر ضربه هایی که او تحمل کرد سالم شدیم. همه ما مثل گوسفندان گم شده بودیم و هر یک از ما به راه خود می رفت. خداوند گناه ما را به حساب او آورد و او به جای ما متحمل آن مجازات شد. با او با خشونت رفتار شد، اما او با فروتنی آن را تحمل کرد. مانند بره که به کشتارگاه می برند و مانند گوسفندی که در حال پشمچینی ساکت است، او دهان خود را نگشود. او را ظالمانه گرفتند، محکوم کردند و به پای مرگ بردند و هیچ کس اعتنایی به سرنوشت او نداشت. او به خاطر گناهان قوم ما کشته شد. او را در مقبره شریران و در کنار دولتمندان دفن کردند، هرچند که او هیچ وقت مرتکب جرمی نشده بود و هیچ ناراستی در دهانش نبود. خداوند میگوید این اراده من بود که او متحمل چنین رنجی بشود. او برای آوردن بخشش و آمرزش قربانی شد. به این دلیل زندگی او طولانی خواهد بود و او نواده خود را خواهد دید و به وسیله او اراده من که منتهی به مسرت است اجرا خواهد شد. بعد از تحمل یک زندگی پر رنج، او ثمره مشقت خود را خواهد دید. او خواهد دانست که درد و رنج او بیهوده نبوده. بنده صادق من که از او خوشنودم، دردهای مردم زیادی را تحمل خواهد کرد. دردهای مردم زیادی را تحمل خواهد کرد و به خاطر او آنها را می بخشم.
بنابراین من مقامی عالی و جایگاهی میان بزرگان و صاحبان قدرت به او خواهم داد. او جان خود را با رضایت از دست داد و به سرنوشت شریران مبتلا شد. او جای گناهکاران را گرفت و از خدا خواست تا آنها آمرزیده شوند. آمین. آمین. عزیزان، ما امروز میخوایم یادآور بشیم کاری را که عیسی مسیح انجام داد و از خدا تشکر بکنیم. و همونطور که گفتم، اگر این کار انجام نمیشد، سرنوشت ما جز مرگ و تباهی چیزی نبود. پس خدا را شکر به خاطر این راه نجات که از طریق عیسی مسیح برای ما مهیا شد. آمین. اجازه بدید با هم لحظاتی رو در پرستش خدای زنده بگذرانیم و بعد از اون با دعاهای شما ادامه خواهیم داد. خارم از رو بر روی صلیب نفسهای آخر را میکشید، پیش چشم دل باختگان بر یاد آخر را میکشید. خارم از رو بر روی صلیب نفسهای آخر را میکشید، پیش چشم دل باختگان فریاد آخر را میکشید. او کی؟ شیر سبت یهودا، او کیست؟ او کیست؟ الف و یا ابتدا و انتها، او کیست؟ او کیست؟ فاتح سرزمین های قطره قطره خون پاکش صلیب از شیار زخمای بی عباش میچکید. بهر پیوند دوباره من و تو با پدر، تم رنج ها و گناهان من و تو را چشید. قطره قطره خون پاکش، قطره قطره خون پاکش از صلیب از شیار زخمای بی همانش میچکید. بحر پیوند دوباره من و تو با پدر، تم رنج ها و گناهان منو تو را چشید. او کیست؟ او کیست؟ برای که شیر سبت یهودا، او کیست؟ او کیست؟ الف و یا ابتدا و انتها، سرزمین های قلب ماست. به چه می اندیشی ای مسیح بر روی صلیب؟ به چه می اندیشی سلیم؟ به تو اندیشی
ای رفی بر روی صلیب، به تو اندیشید ای رفی بر روی صلیب، مهرت سویم آمدی، مرا نجات بخشیدی و در کنار تو من آرامی دارم. اینک برای این همه لطف و مهر فراوان، با تسلیم قلب خود می سرایم. با مهرت سویم آمدی، مرا نجات بخشیدی و در کنار تو من آرامی دارم. اینک برای این همه لطف و مهر فراوان، با تسلیم قلب خود می سرایم. می خوانم شد مسلوب گشتی و زندگی جاودان عطا کردی. اینک به بقای خونم حاضرم نزد آیم و به چشمان تو من خیره شوم. به جایم فدا شدی، بر صلیب مسلوب گشتی و زندگی جاودان عطا کردی. اینک به بقای خونت حاضرم نزدت آیم و به چشمان تو من خیره شوم. میخوانم شکر بهرم، شکر بهرم، شکرت عیسی، شکرت پادشاه، شکرت منجیم عیسی. میخوانم شکرت عیسی، شکرت پادشاه، شکرت منجیم عیسی. میخوانم شکرت عیسی، شکرت پادشاه، شکرت منجیم عیسی. میخوانم شکر بهرم، هللویا، شکر بهرم خداوند، شکر بهرم خداوند. میخوانم شکر بهرم، شکر بهرت، شکر بهرت خداوند. بله خداوند،
شکر بهر تو، چرا که تنها تو لایق هستی خدا. تو رو شکر میگیم ای عیسی مسیح، چرا که با کارت خداوند پرده قدس الاقداس رو از وسط به دو نیم کردی خدا و اجازه دادی که به حضور خدا بیاییم. تو رو شکر میکنیم برای کار عظیمت خدا. از طریق خون تو ما میتونیم به حضور خدا بیاییم. جلال بر نام تو. هللویا. شکر بر تو خداوند. به صحن قدس وارد شوم، از طریق خون عیسی تنها بهر پرستش تو، بهر اکرام و غمدت خدا. به صحن قدست وارد شوم، از طریق خون عیسی تنها بهر پرستش تو، بهر اکرام و حمدت خدا. ای معبود من، محبوب من، ای معبود من، محبوب
بهر تو تا ابد چه پرشکوه هست نام تو در سر تا سر زمین خداوند تو رو شکر میگیم ای خداوند، ممنون هستیم برای راهی که تو مهیا کردی. همونطور که خوندیم ای خداوند، تو با مهر خودت به سمت ما اومدی، تو بودی که راه رو باز کردی ای خداوند. نام تو رو جلال میدیم ای خداوند. حقیقتا این قلبهای ما مشتاق حضور توست ای خداوند. بیا و بخرام در این پرستش ای خداوند، در این شکرگزاری های خداوند. خدا رو شکر. بله عزیزان، همونطور که در ابتدای این برنامه و این پرستش گفتم، امروز روز جمعه صلیب هست و در سرتاسر دنیا در تمام کلیساها ما به یادآوری کار عظیم عیسی مسیح در همچین روزی او رو سپاس و شکر میگن، از او قدردانی میکنن و به یاد میارن که اگر او این کار رو نکرده بود ما الان در چه حالی بودیم. شکر، شکر. خواهر و برادر عزیزی که داری الان این برنامه رو میبینی، اگر قلبت رو هنوز به مسیح نسپردی، اگر هنوز از این نجات بهره‌مند نشدی، میتونی امروز این کار رو انجام بدی و نجات خدا رو که به رایگان هست دریافت بکنی و فیض محبت اون رو بچشی. آمین. عزیزان، همونطور که ابتدای برنامه گفتم، برنامه امروز به صورت زنده نیست، ولی شما عزیزان انقدر به این شبکه و این برنامه ها لطف دارید که درخواست های دعای خودتون رو برای اینجا ارسال میکنید تا برای شما دعا کنن. واقعا ممنونم از شما که با این ایمان خداوند رو جلال میدید و دعاهای خودتون رو میخواید که به حضور او بیایید. آمین. دعاهایی رو که در طول هفته‌های گذشته به دست این شبکه رسیده رو میخوایم چند تایش رو بخونیم با هم و دعا کنیم و از خداوند بخوایم که این دعا رو بشنوه. مهدی عزیز پیغام داده که نوشته: سلام، درخواست دعا داشتم برای برادرم حسن، 40 سالشه، سرطان داره، تازه فهمیدم، لطفاً توی کلیسای خداوند براش دعا کنید. شالوم خدا با شما باشه. آمین مهدی جان، دعا میکنیم واقعا با ایمان، همونطور که تو با ایمان این دعا رو فرستادی، ما هم نزد خدا
دعا میکنیم و از عیسی مسیح خداوند میخواییم که نزد پدر شفاعت بکنه، چرا که تنها او شافی اعظم هست. خداوند دعا میکنیم برای حسن عزیز، برای بیماری که داره خداوند، و میخواییم که شفای تو او رو در بر بگیره. آنچه که خاص و اراده توست در او، در بدن او، در زندگی او انجام بشه. این دعا رو با ایمان به حضور تو میاریم و ایمان داریم که میشنوی خداوند، در نام مسیح خداوند. آمین. آمین. مریم خواهر عزیز دیگه ای پیغام داده، لطفاً برای من و پسرم و نیازهامون دعا کنید. توی سختی و فشار هستیم و فقط امید زنده من عیساست. هم مشکل مالی داریم، هم روحیه بچه‌ام. خداوند این سختی ها رو میبینه، خداوند درک میکنه، چرا که او مثل ما جسم گرفت، روی زمین اومد و خودش زجر کشید، خودش در سختی و مشقت قرار گرفت، پس حتما این سختی ها رو درک میکنه. خداوند دعا میکنیم برای خواهرمون مریم، او که با ایمان دعاش رو نزد تو آورده خداوند، و میخواییم برای او و پسرش دعا بکنیم که قوت و شفای تو بر این عزیزان جاری بشه. خداوند شالوم تو بر این زن و بر پسرش قرار بگیره خداوند، و تو این سختی ها و فشار ها او رو یادآوری بکن که او تنها نیست، چرا که تو وعده دادی که هر روزه تا انقضای عالم وقتی که من رو به زندگیتون دعوت میکنید با شما خواهم بود. پس خداوند مریم و پسرش رو به دستان پرتوان و پرجلال تو میسپاریم و میخواییم که این عزیزان رو در راه سختی و فشار اگر هستن خداوند کمک بکنید تا این عزیزان نیز عبور بکنن از این سختی ها و آرامش و شادی تو رو یک بار دیگه دریافت بکنن. شکر جلال بر نام خداوند. خواهر عزیز دیگه ای به نام فرناز، اگه اشتباه نکنم، پیغام دادن تا به حال دو بار در برنامه پیامم رو خوندین و برای همسر بیگناه هم که 5 ماه به زندان افتاده دعا خوندین. متاسفانه 5 ماه که همسر این خواهر در زندان هست. این شهادتی هست که دعاهای شما عزیزان خونده میشه، این شهادت زنده است. میگه تا به حال دو بار در برنامه پیام من رو خوندید. مشکل همسرم علیرضا هنوز حل نشده و به دادگاه نرفته تا قاضی رأی بده و پرونده بلا تکلیفه. واقعا در این شرایط برای هر دومون خیلی سخته و میخوام امیدمون رو از دست ندیم. بله خواهر عزیزم، واقعا باید امیدمون رو از دست ندیم. خواهش میکنم باز هم برای آزادیش دعا کنید و روشن شدن تکلیف زندگی مشترکمون. بسیار در سختی هستیم، هر دومون از شما سپاسگزاریم. نونا جان، میشه شما برای این خواهر عزیزمون فرناز دعا کنید که همونطور که گفتم مشکل خودش و همسرش که در زندان حل بشه. خداوندم به حضورت میاریم خواهرمون فرناز و همسرش خداوند، دعا میکنیم خداوند راه ها رو تو باز بکنی. خداوند به نام عیسی، خداوند راه ها رو تو بشکاف. خداوند تو خداوند عادل هستی و واقعا میدونی که این عزیزان توی چه شرایطی هستن. تو میبینی تک تک لحظه هایی که خداوند واقعا داره میگذره براشون و دردناکه. خداوند شکر گذارت هستم که تو خداوندی درداشنا هستی و خداوند این عزیزان رو میبینی و کنارشون هستی. خداوند دعا میکنم که واقعا آرامش تو بریزه در قلب های تک تک عزیزان خداوند. به نام مسیح خداوند توی شرایط سختی که هستن خداوند توکلشون همیشه خداوند قوی و قوی تر به تو باشه، تا روزی که خداوند تو احیا میکنی و همسرشون خداوند آزاد میشن و خداوند شهادتی زنده میشه برای کار عظیم تو. خداوند عزیز میسپاریم به دستای پر از فیض تو و میدونیم که تو خداوندی نیکو هستی. هللویا. بله خداوند شکر. مرسی نونا جان. دعای دیگه هست از رسام مشیری مهر، اگر اشتباه نکنم از طریق واتساپ برای ما فرستادن. عزیز نوشته یک سوال که ذهنم رو درگیر کرده اینه که با تمام وجود به خداوند عیسی ایمان دارم. هر شب با همسرم و پسر 8 سالم در نام خداوند عیسی دعا میکنیم. آمین. خدا رو شکر. تمام سعیم هم خودم هم همسرم اینه که خداوند رو اطاعت کنیم، اما اتفاقات بد و سخت برای زندگی هر روز و هر روزه داره بیشتر و بیشتر میشه، اما هنوز هم تنها امیدم نجات عیسی هست.
اگه این اتفاقات امتحانات خداوند هست، دعا کنید بتونیم درونش نام خودش رو جلال بدیم. اگر هم از طرف شریر هست، خدا خودش محافظم باشه. آمین. آمین. گاهی وقتا خدا اجازه میده سختی ها در زندگی های ما بیاد، ولی خدا خدایی نیست که بخواد ما رو اذیت بکنه، چون در کلامش میگه که هیچ وقت شما رو بیشتر از توانتون آزمایش نخواهم کرد. من نمیدونم خواهرم، نمیتونم از اینجا بگم که واقعا آزمایش خدا هست یا نیست، ولی شرایط، بعضی وقتا شرایط رو ما خودمون به وجود میاریم. شرایط بدی که در اون قرار میگیریم حتما از خدا نیست. اگر شرایطی هست که خود ما به وجود آوردیم، 100% از خدا نیست. باید بسپاریم و از خدا بخوایم که ما رو آزاد بکنه. و همونطور که شما گفتید برادر عزیز، امیدتون رو از دست ندید و به خداوند امیدوار باشید. اجازه بدید برای شما نیز دعا بکنیم. خداوندم پدر آسمانی، برای رسام عزیز که با ایمان دعاش رو به برای ما فرستاده تا نزد تو اعلام بکنیم، دعا میکنیم این خداوندا که قوت، حفاظت و سلامتی و شالوم تو بر او و همسرش و فرزندش قرار بگیره. اونها که فرزندان تو هستن خداوندا، میخوایم این خداوندا که تو راه رو باز بکنی، برای اونها نشون بدی خداوند از طریق کلامت که تو اونها رو دوست داری، اونها فرزندان تو هستن خداوند، و هیچ وقت تو نمیخوای اونها در سختی و مشکلات باشن، بلکه همونطور که گفتم این ما هستیم ای خداوند که با کارهای خودمون سختی و مشکلات رو به زندگی خودمون میاریم. پس ای خداوند دعا میکنم که به این رسام عزیز حکمت عطا کنی و به خانواده‌اش ای خداوند که بتونن به درستی تصمیم بگیرن، آنچه که خواست اراده تو رو در زندگی درک بکنن، به طبق خواست اراده تو زندگی بکنن. این دعا رو در نام عیسی مسیح با قوت برای این عزیزان اعلام میکنم. آمین. شکر، شکر، شکر. اجازه بدید یه دعای دیگه هم بخونیم. خواهرم حمیده میگه عزیزانم، خواستم در دعایتون دخترم سعیده و آیندهش و همچنین گیتا و آیندهش و برادرم نقی و زندگیش و خانومش که وسواس شدید داره و منجر به این شده که برادرم از خونه و زندگیش بیزار شد داشته باشید، در نام عیسی خداوند و همچنین برای شفا و نجاتشون، آمین. چقدر عالی است عزیزان، که عزیزان ما که در ایران هستن ایمان دارن، آمین برای این ایمانی که دارن در اون سختی، در اون فشار، و آنچه که میگن از دلشون میاد و میخوان که این دعاها براشون انجام بشه. خدا رو شکر. پس ما هم با ایمان دعا میکنیم برای خواهرمون حمیده، برای اسامی که خوندیم، و میخوایم خداوند تو با دستان معجزه‌گر خودت در زندگی عزیزان کار کنی، آنچه که از تو نیست به نام مسیح برداری، فکر و ذکر و قلب و روح این عزیزان رو در دستان خودت بگیری ای خداوند، و اجازه بدی که ای خداوند اونچه که خواست اراده توست در زندگی عزیزان با قوت به نام عیسی مسیح انجام بشه. تو رو شکر میگم و این دعا رو با ایمان در نام مسیح به حضورت میارم با شکر گذاری. آمین. 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 خدا رو شکر. نونا جان، برکتی داری امروز به ما بدی در ادامه برنامه؟ امیدوارم. آمین. واقعا توی قلبم بود که یه چیز کوتاهی با شما شیر بکنم، و اونم این بود که توی کلام خدا، همونطور که بابا توی اشعیا خوند، میگه که عیسی مردی درد آشناست. یک بار به این اشاره کردیم، ولی دوست دارم هر کی شخصا راجع به این فکر کنه. من خودم شخصا فکر میکردم همیشه قبلنا که خدا تو آسموناست و تو آسموناست دیگه، ولی چیزی که هست اینه که نه، عیسی جسم داشت، عیسی اومد روی زمین کنار ما بود، مردی درداشنا بود، و دردی نیستش که امروز من و شما میکشیم که او نکشید. ما رو درک میکنه، و خیلی جا ما احساس میکنیم که هیچکی ما رو درک نمیکنه، ولی عیسی مردی درداشنا بود، و امروز هر آنچه که شما توش هستین، او دست در دست شما هست و داره درک میکنه شما رو. و خبر خوش اینجاست که عیسی نه تنها مردی دردآشنا بود، اما او امید زنده ما هم هست. آمین. چون 3 روز بعدش عیسی برخاست از مردگان، و واقعا به ما نشون داد که
این امید زنده هست و وجود داره و واقعا امروز میخوام به یاد بیاریم اون امیدی که واقعا از طریق عیسی ما میتونیم دریافتش کنیم. میدونی داشتم این چیزی رو گوش میدادم و میگفت امید، حالا عیسی امید هست، ولی راجب آرامش اگه بخوایم فکر کنیم ما دنبال آرامش هستیم، ولی میگفت آرامش یه شخصه، آرامش یه حس نیست، شخص عیسی خود آرامش هست. هللویا. و امروز شکر. کنار شما هستش و امروز اگه چیزی توی قلب شما هست، اگه احساس میکنی که خدا از شما چیزی میخواد، اگه میخوای قلبتو به او بدی، میخوام تشویقت کنم که واقعا این کار رو بکنی، چون ترسی که شاید احساس بکنی میخواد تو رو استاپ بکنه از این واقعا امیدی که خدا میخواد به تو بده. خدا قادر است و دوست داره که شما هم تقسیم این با اینو با شما تقسیم بکنه و اون چیزی که واقعا او شما رو لایقش میبینه. شاید ما خودمون رو لایق نبینیم، اما خدا ما رو لایق اون میبینه، به خاطر اینکه اون محبتش، با محبتش ما رو نگاه میکنه. و امروز توی قلبم بود که بگم اگه خدا چیزی از ما میخواد، به خاطر این نیست که میخواد ما رو اذیت بکنه، به خاطر اینه که واقعا میخواد ما بیشتر و بیشتر به او تکیه بکنیم. و واقعا امروز او شایسته هر آنچه هست که واقعا ما میتونیم به او بدیم، شایسته تمام وجود ما هستش. پس امروز واقعا بیاین با این روحیه، اگه میخوایم قلب، قسمتی از قلبمون، کل قلبمون رو به خدا بدیم، واقعا بدون شک به او تقدیمش بکنیم. آمین. چون او برای ما کاملا مرد و برخاست. هللویا. شکر. از دولوروسا تا جلجتا خون می چکید، خون شاهم می ساد، در طول راه کشید درد گناه، درد آشناس نام شاه من ایساست، با عشق مسلوب شد تن او، کوفته شد له گشت زیر در، این عشق خون بهاست
بند آزادم. او گفت هر روزه بردار صلیبت را، این است مسیر من، هر روز به جلج و تو چون شاه من عیسی. شکر خداوند،
وفا یافتی. در نام عیسی شفا هست، اعلام کن. در نام عیسی، در نام عیسی شفا هست. عزیزان اعلام کنید شما هم. در نام عیسی، در نام عیسی شفا هست. در نام عیسی، در نام عیسی شفا هست. اعلام کن. در نام عیسی، در نام عیسی شفا است. در نام عیسی، در نام عیسی شفا است. در نام عیسی، در نام عیسی شفا است. هللویا. شکر. آمین. ایمان دارید که در نام او شفا هست. شکر، شکر برای این نام پرجلال عیسی خداوند. آمین. از زخمای او ما شفا یافتیم. آمین. او برای من و تو خار و مردود شد، صاحب درد و رنج من و تو. آمین. آمین. شکر. هللویا. شکر خداوند. آمین. پرستش خداوند لذت بخشه. شکر. ولی ما همونطور که به شما عزیزان قول دادیم، دعاهای شما رو هم اینجا قرائت خواهیم کرد و برای شما در دعا خواهیم بود. فرح عزیز از ایران پیغام داده، برای سیل و مردمان سیل زده و بحرانی که پیش اومده تو کشور، شرایط بدی به وجود اومده. بله، ولی اراده خداوند قوی تر از این بحران ایرانه و کاری میکنه کارستون. هللویا، هللویا، هللویا. آمین. شکر. بله فرای عزیز، دعا میکنیم برای مردم ایران که الان در این شرایط سخت هستن. امیدوارم وقتی که این برنامه داره پخش میشه همه چیز به خوبی انجام شده باشه و مردم در آرامش باشن، در آسایش باشن و مشکلی برای اون عزیزان در این حالت نباشه. ایمان داریم همه چیز در کنترل اراده خداوند هست و دعا میکنیم همونطور که فرح عزیز گفت، برای مردم خوب کشورم ایران و تک تک این عزیزان رو به دستان تو میسپاریم. میخواییم که در این دوران سخت حفاظت و آرامی تو، شالوم تو بر تک تک این عزیزان قرار بگیره. همون عزیزان دعاهای زیادی هست ولی به خاطر کسری وقت ما نمیتونیم همه رو بگیم، ولی ایمان داشته باشید که عزیزانمون اینجا در تیم قوی که هست برای شما دعا خواهند کرد. ما مجبوریم اینجا از شما خداحافظی کنیم. فقط خواستم یادآور بشم که تکرار این برنامه روز یک شنبه ساعت 11:30 صبح و دوشنبه ساعت 2:30 صبح به وقت ایران پخش خواهد شد. اگر موفق نشدید این برنامه رو ببینید، دوستانتون موفق نشدن، میتونید به این عزیزان بگید. شما عزیزان رو، تک تکتون رو به خدای عزیز میسپاریم و عید قیام رو که در یک شنبه آینده هست به شما عزیزان تبریک میگیم و خداوند عزیزمون که قیام کرده رو شکر و جلال میدیم. خدا حافظ. خدا یار و نگهدار شما باشه. چه زیبایی ایسا
کس نمی تواند درک کند این حقیقت، چه پر جلا چه زیبایی این سال. دوستت دارم ایسا خداونده، بی هم تا جانم سرایت هم درد را. هیچ کس نمی تواند درک کند این حقیقت، چه پر جلا چه زیبایی این سال. دوستت دارم